جنگه مگه؟ چقدر اینجا جعبه معبه ریخته؟ از این بچه خرخونه اینا؟ فقط کتاب و اینا. اسباب کشی دارم، با خونه رو گذاشتم برای فروش، ببینید. آره دیگه، بچه مایی داره همیشه یه گوشه دنج دارن، میرن حالشو میبرن بعدشم. نه بابا، کلا من اینجا زندگی میکنم. تو این آتشخالا به اسم خوره بچه مایی دار باشی. مهرداد اسمت این بود دیگه. آره مهرداد. نه اسم ماشینت هم نمیدونستم چی بود؟ ها؟ من خیلی ماشین سوار میشم. خوش به حال تو. شماره من از کجا بردی؟ چی؟ شمارمو. بقیه چطور پیدا میکنم؟ منم از همونجا. من دو تا شماره دارم، اولش راحت میریم، دومو گرفتی تو. چه فرقی داره اولی دومی؟ پیدا کردم دیگه. دومیش وی آی پیه، فرقش اینه. چرا حرف تو مخ تو نمیری آخه؟ نمیخوام کسی ببینده. یه باری کنم بیرم بابا، آبرو داریم مطمئنم. وا آبروی من هر اینگاه، من بلنگو گرفتم دستم. اینه سرشون که کار وقتی هست بیا آتوم همو بگیرم، پدر ما رو در میارم، من سر رو میدازم پایی میرم میام. آه بچه مهم محله ای دیگه. بخواه تا اینجا آبروی ما رو من سرم درد گیره، صدات خیلی بلنده، بسه همی قهوه بیا. کافی شاب نیست ارد میدی یا؟ اینجا کافی شاب نیست ارد میدی یا؟ برو اون بر من یه چیزی برات میارم، برو تو رو برو اینجا به نستم. تو همی داشته باشه. تو همیشی قشنگ حرفه‌ای تو، هر لحظه که من اینجا برات پول میفته. آها تو قصه جیب من نخور. آها اون اصله؟ دیدم. بله 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 بله. میخوری؟ آره دست دارم. تمیزن اینا؟ بله. به سلامتی مهداد و گلناز جون. گلناز؟ چه خیلی زایه هست؟ که آبه؟ آبه؟ اه؟ بچه مصبت. چته تو؟ در پنجره نرو، آب معدنی بمینده زنم که موسیقی. اسیر آوردی مگه؟ اینجا نگاه کن. نکن. من خب یه عکس بگم، نمیخوارم. چیه؟ داستان جدیدته؟ یعنی چی؟ نگیر اون، نگیر. چه غیر اجتماعی؟ یه عکس یادگاری. خوشت میاد کلکل کنی با آدم؟ چیه؟ سیگارم قدغنه؟ ببین اصلا من یه ماجرایی باید بهت بگم. خب؟ خب؟ ببین یه مسئله نه جدی باش، میخوام من حرف بزنی. خب باشه. یه داستانیه، من باید برای توضیح بدم. باشه. امیدوارم تحملش. نفس بکش. کجا؟ الان کجا داری میری؟ نداره. نه اونجا نرو، اونجا نرو، اونجا وایسا. نه 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 اونجا نه. واکن درو، واکن. من به نگفتم نرو اون تو. آخه تا گفتم که نه. خب درو واکن بسته.
وا کن درو. کفشاتونو میزنم داخلش هم از بیرونشه. سلام، شما اینجا چیکار میکنی؟ ببخشید شما؟ من صبوری هستم از سایت املاک ارسواران، ولی خونه قرار بود تخلیه باشه. آها آها، یادم اومد. بله آقا. سلام. سلام سعید هستم، خوبین؟ خوشبختم. همسر جان سلام علیکم. ببخشید بی موقع فکر کنم موزم شدیم سر زوره. نه خواهش می‌کنم راحت شما تشریف بیارید. با اجازهتون. خب ببینید، همونطور که دارید ملاحظه میکنید اینجا سالونشه، دیزاینش هم دارید میبینید خودتون دیگه. خوبه. ولی خیلی به نسبت مترا هیچ نشد. خوبه، عرض کردم به نسبت مترا سالون خیلی خوب درآورده. آره خوبه، ولی اتاق خوابش هم بعدی داخل من وسیلام زیاد تختم نمیتونم بذارم وسط پذیرایی که. ولی اینجا برای شما خیلی مناسبه ها. خانم دیده شود، بلکه پسندیده شود اتاق خوابو ببینید. ببینید شما با این رنج قیمت دیگه نمیتونید تو تهران خونه پیدا کنید. این بنده خدا مسافر، پول لازم. خانم یلاست، خانم یلاست تشمیرین. یلاست یلاست. جانم امیدشی. آره راستش من امروز بعضی اصلا خوب نیست. خب اگه میشه داداش با عزت ما این اتاق رو هم ببینی ممنون میشه. یه لحظه ببخشید. اینجا اصلا اتاق بعدش به هم ریخته است. خب اصلا مناسب نیست. نه کاری ندارم داداش، بیخیال دیگه. چکی میریم یه نگاه میکنیم مدلش چیه، طرحش چیه، رنگش چیه. این دو تا اتاق عین همه. خب شما اونو ببینی انگار اینو دیدی. این خانم ما خیلی دوست داره که تمام سوراخ سنبای اینجا رو ببینه. صحیح. بله، یعنی این که میدونی خب میخواد ببینه مدلش چیه، طرحش چیه، بالاخره میخواد بخره دیگه، میخواد پول بده. سلام. خوبی؟ خیلی خوش اومدین. خوبستین شما؟ سلام. داداش چرا نگفتی که خانومتون تو اتاق بودن؟ ببخشین شرمنده. ببخشی معتاشه، من داشتم اینو جمع میکردم. چرا یه شربتی شیرینی چایی ندیدین گرم بهش؟ از اول ازدواج همینطوری بوده به خدا. بهش گفتیم یه چایی بیا، میگفت چایی خوشمزه ده، تنبلیشه چی بوده. خانم ببخشید، خانم صبوری، اگه میشه این برنامه دید و بازدید خونه رو بزنی، یه روزی که ما شرمنده شما هم شدیم. من دارم با خانومم بریم مسئله جمع میکنیم، دست شما در نکنیم. اوکی، من میتونم کیسای دیگر رو بهشون نشون بدم، ولی دیگه تضمینی نمی کنم که بتونیم خدمت شما برسیم. نه بابا این چه حرفیه؟ میتو چرا؟ نصف خونه رو نصف بقیهش هم میبینن دیگه. نه راست میگن همسرتون، ما بعد موقع مزاحم شدیم ببخشید. نه به خدا اصلا نمیجوری نیست. پوسیدین وسط این همه جعبه ما، با خیلی هم خوش اومدین، خیلی هم خونی خودتون بخیر. بچه‌ها اومدین تا اینجا حداقل بریم بقیه خونه رو ببینیم، زیاد وقتتون رو نمیگیرید. زشت. نه اصرار دارم ببینیم. دست شما درد نکنه. خانم ممنونم، محبت دارین. آقا اجازه بدین معلومه. بفرمایید. چه غلطی داری میکنی تو ها؟ درست نیست آدم وسط جمع با زنش اینطوری حرف بزنه. ببخش. نه بابا خواهش کن، خونه خودتونه، بفهم. ببینید نورگیر این اتاق عالیه دیگه، هیچ جا نمیتونی یه همچین چیزی پیدا کنی. این خیلی پوانه مثبتی. نه بابا خیلی هم خوب نیست. آخه آدم هم منصفانه حرف بزنه دیگه. اینجا وقتی آفتاب میزنه خواب از کله آدم میپره. تو خواب که نباید انقدر نور داشته باشه. ببخشید این سلیقه شخصی شماست، من از دید تخصصی دارم عرض میکنم. علی قربونتون برم، من دکوراسیون داخلی خوندم، اصلا رو هوا حرف نمیزنم. ببخشید. بله شما صاحب اختیارید. اینجا خیلی ریخته باشه، من واقعا معذرت. الان جمع میکنم. نه راحت بشین، من فقط دو روز نبودم و خونه ماما نبودم. ببخش اسم شما چیه؟ سلما. بعد همسرتون؟ سعید. آها. مهداد همسر من، من گلناز، گلی صدا میکنه. گلناز. جالب. کمتر شنیدم این اسمو. نه با خیلی هم مالی نیست. عذرخواهی میکنم بین حرفتون. اگه اینجا رو دیدین کاملا، یه دو سه تا مورد دیگه هم هست، بریم با هم ببینیم بعد اینجا. ببخشید فقط همسرتون قرار بود که این مشخصات رو به ما اطلاع بدن که تو سیستم ثبت کنیم، خبر ندادن مرتا. خب از خودش بپرسن. خود درست اینجوری سلما جون سرپا وایسادن. تو شناسنامه اسمشون مهرداده؟ بله مهرداده. خب
فامیلیش یادم رفت فامیلیش چی بود؟ بلنامه بود، ترسیدم داستانش. نه آه هدایی فر بله آخه مهداد دو تا یعنی فامیلشو عوض کرده بعد من نمی‌دونستم کدوم فامیلشو به شما گفته. بله بله نام پدر تاریخ تولد چهار طبقه رو میزنی بسازی؟ بعد هم خانوم سعید آقا بودم این نفرد خانوم 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 برو من بگه هوا بخوره شد فشارش شد فشارش خست شد ششتون دودون سیاه میزنه بدنتون سرد شده فشارش باش چی شد آخه یهو نمیدونم برو داشتیم حرف میزنه خوب بود حالش مردا جا ماشین جلو در آتیش کنم بریم در مونگا نزدیک باش چی زنگ بزن اورژانس آقا مهدا شدم حالا چی تو اینترو بالا سر اورژانس آقا مهدا کارو جور بزن یه آب هند چیزی خواهش کنم استرس برای بچه‌مون خوب نیست استرس 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 ترسیدم قلبم اینطوری داره سوارش می‌زنه. خوبی الان؟ آره؟ خوبم. آلودگی هوا سیگه. اصلا نمی‌شه تو؟ نه. شده اینا برمیدارن مدارس رو تعطیل میکنن. بچه‌ها میان تو کوچه فوتبال بازی می‌کنن. می‌خوام بدونم فقط حیات مدرسه است که آلوده است؟ ببخشید. خوبی شما الان؟ بله ممنون. بهتری؟ بله ممنون. من معذرت میخوام از سایت تماس گرفتم من یکی دو تا بلوک دیگه هم باید سر بزنم دستتون درد نکنه خواهش میکنم در خدمتتون هستم ما به نتیجه رسیدیم تماس میگیریم کیهانی فر کجا و دایی فر کجا دختر اصلا نمیدونست من که نمیتونستم نمیدونم حتما من اشتباه کردم حالا بذار بری پای سند پورسانت ما اوکی بشه اصلا برگشت به ما چه اینجا رنگ اولشه دوم. البته از تنبلی مقدار دیگه قبل رفتن رنگش میکنیم بسپارش بخواهیم ترتیب میزه این اتاق میشه ببینم چیو؟ کومودو آره خیلی بزرگ نیست ولی یه عالم خرت و پرت توش جا میشه این لباس آبیه چه قشنگه نه خیلی حیف کوچیک اتاقش جا نمیشه وسیله من اینجا که تختم جا نمیشه یادش بخیر تخت اجازه منم خیلی بزرگ بود بابام گفت اگه شوهرت اینو ببینه از بقیه اجازت فرار میکنه بابا واسم سنگ تموم گذاشت چیکارش کردیم اون وقت؟ ما فروختیم جاش اینو خریدیم یه نفره من جای تو بودم دق میکردم از قصه من واسه خاطر مهداد خیلی کارا کردم این که چیزی نیست آره خب ولی اینم مهمه دیگه مهم اینه که آدم حالش خوب باشه یعنی میگی یه نفره بگیریم چی میدونم دختر تو چقدر حساسی دوست داری بریم حیاتش رو ببینیم نه دیگه خوبه دارم میبینم اصلا بهترین نقطه این خونه حیاتش دارم میبینم آخه اصلا ای وای شکست بابا چیزی نشد نه نمیخوام بود اصلا بس بس کنم ببین ولش کن نش آره داره من خودم جمعش میکنم نه ولش کن آخه این مادر شوهرمه این عکس خودم ازشون گرفتم اصلا مثل مهداد بد اخلاق و کم حرف نیستا مهربون با کمالات یعنی من عاشقشم بله خانم جان یه لحظه تشریف میارید تو دقیقه آدم راحت نمیزن تو برو من میام مزاحم شدم مستره که جای مهم خونه است باید بزرگ باشه دلباز باشه آدم توش آرامش داشته باشه ترتمیز باشه نه سب باشه همه چی خوبه اینا هم بعد اینه حالا بگه اینجا چی شوریه چی که بوده بیش گرفتن یاد دستی به سر روش بکشیم
حالا تو ما چی کاره ایم؟ خانوم باید بپسنده، خانوم بپسنده حله. خانوم شما میگه خیلی حساسه. آی قربون آدم چیز فهم. زن من اول ادا اطفار بوده، بعدا دست و پا در آورده. باورت نمیشه، صد جا رفتیم. یه جا میگه اتاقش کوچیکه، یه جا میگه حال پذیراییش کوچیکه، یه جا میگه مبلامو کجا بذارم، این آخریه میگه چی؟ ها، میگه که توالتش فضاش کمه. یعنی زن من واسه توالتم دنبال پنت هاوسه. آه، نگاه کن شما. نیمی؟ آسفالت کرده. کاکتوسای من دیدی؟ چه خوبه. انقدر ازشون مراقبت کردم تا این شکلی بشن. نباره دست تو. نه بابا، اینا فقط تیغ دارن، چیزی تو دلشون نیست. اگه بیاین اینجا اینو به جایزه میدم. شاید اگه قسمت شد اومدیم اینجا مثل بچه خودم ازشون نگهداری میکنم. مگه تو بچه داری؟ دو ماه همه. عزیزم اصلا بهت نمیاد. دختر یا پسر؟ دختر مامانشه. اسمشو چی میذاری؟ والا سعید تماش درگیر سیسمونی و این چیزا هست. بذار گلناز. گلناز. میگم به سعید تو واقعا مثل شما خوشگل باشه که خدامه. چرا بهت میاد مامان بشی؟ بشی. اصلا چه سر پای تو. پیسه؟ وای منو بردی تو دوران دبیرستان. ایول آقا با اجازه 700 تا سکه مهرش کرد. آقام گفت یا اینه بچه آدم میری میچسی به زندگیت یا آخر هفته با کمپوت آناناس میام دنبالت. زندان ملاقاتی عاشقیه دیگه. عاشقی درد سره. عاشقی جون مریضیه. آقا که یانیفر؟ یانیفر دیگه درست گفتم؟ خانم صبوری تو بونگا گفت. بله آقا، من تو میدون فردوسی هم تو بازار فرش. اونجا یه آقا کیانی فر داریم، فامیلتونه، میشناسیش؟ نه. ببین مولتیه، مولتی میلیارده، انقدر اعتبار داره که چک سفید امضا میدن بسش. ببین انقدر شعبه داره. اعتبار به چک سفید و شعبه و شاخه و سیبلگر رو گذاشتن و این چیزا نیست. خیلی دلت پره، بیا بشینیم تیم بیرونی بزنیم بابا. بیا بیا. ما که اومده بودیم این خونه، من اول اصلا عاشق حیاتش شدم. مهرداد بدهی داشت، یعنی هنوزم صاف نشده، واسه همینه که داریم اینجا رو میفروشیم. میشستیم تو حیاط چای میخوردیم. هیچ وقت دوست نشم تموم بشه. چه خوب. ما که اصلا وقت این کارا رو نداریم. سعید تا دیر وقت سر کاره، آخر شب میاد اصلا نه نداره حرف بزنه. فکر ما چه جوری هستیم؟ من همیشه سرم با تلویزیون گرمه. مرتادم هی میگه از این سریال ترکیه یا نگاه نکن، خوشش نمیاد، نمیذاره. چند وقت ازدواج کردین؟ 5 سال. آره 5. مثل سال اولش اینه، بعدش دیگه تکراری میشه همه چی. بذار این فسقلیت به دنیا بیاد، بعد میگم چی جور قرمون صدقت میره دورت میگم. قرمون صدقه فسقلی میره، قرمون صدقه من نمیره. خیلی سخت میگیری یا خیلی آرزو زندگی مثل ما رو دارم. اینجا خیلی چیزا کم داره. ولی نمیدونم. اصلا خرافاتی نیستم. مامانم میگه تو خونه که بگو بخن زیاده، خوشی توش زیاده، شگون داره، خوشبختی میاره. آره راست میگه. ببخشید. به به چه حیاتی. خانم یه دستش میدین، محبت میکنیم. دست شما در مزاحم شدم. ببخشید. بفرم. نظری نظر ندارد، هرچی نظر شماست. من گشتم یه چیزایش خوبه. تو کی میخوایی بازی رو ادامه بدی؟ کدوم بازی؟ نه تو مخت رد داده. بعد آبرو تو خریدم، زنی که بانگایی سیر شد برات فرم پر کنم. اگه خودم نمیزدم به قش کردن که گندش در اومده بود. نفهمید که چیزی؟ اگه تو فهمیدی و نفهمیدی. خوشت اومد؟ پولشو میگی. سلام مامان جان، خوبی؟ من شارژ ندارم. اصلا این مسخره بازیات میتونم تمومش کنم مامانه.
حق و سکوت میخوای؟ هرچی میخوای اسمشو بذار. نه دیگه، حق و سکوت اسمش. اسمش دلالیه دیگه. ببین. سلام اونجا. سلام. این دختره از این عدوات فوری است خب؟ اینجا 100 سال فروش نمیره. شرط. تو هنوز منو نشناختی. گلناز جان. جانا. گلناز جان. ببخشید. مامانم بود. میگه که اگه امکان داره عکس بگیرم از خونه ببینه تو تلگرام بفرستن. اشکال نداره. بابا خونه خودتونه راحت باشی. معذرت میخوام دیگه، مادر دختر حساسن جفتشون عکس اصلا میگیرن. یه فکری شما هم تو عکس باشین. نه اینجوری خیلی بهتره، من میام ازتون عکس میگیرم. مگه قراره که ما رو پسند کنن؟ بنده رو که سالها پیش پسندیدن. سعی آره عزیزم خوبه تو. یه عکسی ازتون بگیرم. عالی. خانم افتادین تو زحمت. به اونجا وایسین که خونه هم باشه شما هم باشین. درسته؟ اونجا خوبه. یه ذره به هم نزدیکتر میشین. یه آره. یه ذره که خوب بیارم. خوبه؟ آها. من یه دونه دیگه میخوام بگیرم. یه دونه دیگه وای. میرم عقب‌تر که گلناز جونم بیفته. خوبه؟ خب وایسین. گلناز کوچولو کیه؟ بچه رو میگه. اسمشو گذاشته گلناز. گلناز بهش میاد. قربونش برم. ببین آقا سعیدم اوکی دار. به دنیا اومد بگید حتما که من اسمش انتخاب کردم باشه؟ گرفتم. یه عکسی از من و مهدادم میگیریم؟ ما خیلی وقت با هم عکس نگرفتیم. چشم. مهرداد بیا یه عکس بگیم تا بعدن دلون برای خونه تنگ نشه. من یه ذره موام به هم ریخته، سر و وضعم نامرتبه، بی خیال. بیا دیگه خوبه همینجوری. والا اومد خواستگار من همینطوری بود. آخه میدونه من زیاد اهل فیلم و عکس و اینا نیستم. بیا دیگه. واقعیتش اینه که منم خیلی اهلش نیستم، ولی دیگه خانم دستور میدن باید انجام داد. خب هر وقت آماده بودید. آماده آها یکم راحت تر. آقا مرتضی لبخند لطفا. یک دو سه. گرفتم. خیلی خوب شد. ای وسط صد پنجه؟ چهار و چهله. خب هم پنجه دیگه. گلناز مانی چی؟ مانی چی؟ بچه معطله، باید برم دنبالش. کجا؟ هر موقع نوبت این خانوم میشه این بچه ها نیم ساعت اومد علاف بشه. بابا سعیدینا اول میریم بونگو، بعد من میرم مه دنبالش. شما یادت رفته مانی اینا امروز اردو دارن، خودم غروب میرم دنبالش. درست میگه، اصلا حواسم نبود. اشکان داداشت چجوری بگم؟ ببین منو داداشت اشکان با هم همکلاس بودیم، رفیق بودیم ما دبیرستان. یه بار ازم خواست برم زندان ملاقاتش. چرا بهش سر نمیزنی؟ ها؟ نگرانته؟ اگه بدونه تو چه وضعیتی هستی؟ این نامه رو
اشکان خواست یه جوری برسونم بهت. فکر کنم ما اول دبیرستان بودیم. یه روز اشکان تو رو برده بود این یکس فوری ازت بگیره. فقط یه بار همونجا دیدمت. یکی از عکس دیکش رفتم. اشکان با یه رو عکاس دعوا شده بود. چرا یه دونه از عکس کمه. چی بگم؟ عشق و عاشقی داره نوجوانی ها. از این حرفا. چند روز گیج بودم. همش عکستو نگاه میکردم. بیام تو؟ گرم خوش شدن قفک زدم از تو. چایی ما بخورم من برسو. بشینه یه چیزی بخوریم بعدم میری. قطار میرود تو میروی. تمام ایستگاه میرود و من چه ساده در انتظار تو. با شعکستون شعر می نویسیم؟ فاطمه. چی؟ فاطمه مامانم. یه سال پیش مرد. آخرین خاطری که ازش دارم شب تولدش بود. یه کادو براش گرفتم. هنوزش نبود. خوشش نیومد ازش. بعد الان تنه توه بهت میاد. منم مامانم مرده. بابا من مرده خیلی وقت. بابا زنده است؟ فرق نمی کنه زنده مرده بودنش. تو بازاره بساز بفروش شده، خرمایی شده، چی میگن از این مولتی ها. با حاله که بابا یادم گردن کلوف باشه مولتی. دیوونه خودتو بهش بچسب. باشه حتما. منظور باید برم. حالا ببین بسه رفتم وقت هست. الان همسایان تو ساختمونن، شلوغ بلوغ رفته آمده. نبیننت بهتره. یادم نبود روزنامه ها برو ساختمون. یارو زنگ زدم املاکیه، دختره بود اومده بود سلما، ازت خوشش اومده بود. بعد رئیس املاکیه میگفتش که خانم تو وردا بیار اینجا استخدامش کنیم. خانم تو؟ خب میگفت دیگه، اینجوری میگفت. ببخش شرمنده معطلت کردم ها.
خیلی از صبح علاف شدی. دیدی که دست خودم هم نبود و اصلا من نبودم. من یه قرار دیگه دارم، باید برم زود بهش برسم. خب اشکال نداره. بیا. اونو کنسل کن با من حساب کن. بیا. خوشت میاد مفت مفت به هم پول بدی؟ آره بدت میاد، بهت احترام میذارم. تو الان داری من احترام میذاری؟ تو به خاطر من امروز این کارو نکردی ها؟ من میخوام زود برم. حالا این پیتزا شرم آشغالیه واسه یا ما باید دست پخته منه بخوری بینی چی درست میکنم؟ پنیر موزارلا برات میزنم خوشمزه میشه. مگه ما بازم همو میبینیم؟ تو حد دلسوزی خوشت میاد از صدره دادم، برای چی من زنگ زدی بیام اینجا؟ ها؟ منو کشونی جهت رو بهم دستم نمیزنی؟ یه نگاه به خودت بنداز، تو فکر کی هستی؟ اصلا یه همچین آدمی تا حالا از نزدیک دیدی؟ آدم این کار رو از نزدیک دیدی؟ من آدم این مثل خودم خیلی خوب میشناسم. من مثل تو نیستم. چرا مثل؟ من مثل تو نیستم. این حرف رو نزن، تو هم مثل من تنهایی. من تنها نیستم. چرا؟ تو خیلی تنهایی. من خیلی آدم دور برم، من مثل تو تنها نیستم. آدم؟ کیو میگی آدم؟ ها؟ اونه که بهت زنگ میزنن؟ آره؟ به نظر اونا دوستت دارن؟ اونا باد میمونن؟ اصلا با تو صحبت میکنن، با درد دل میکنن؟ نه، هیچ کدومشون به حرفت گوش نمیدن، همشون برای یک شب میخواند، هیچ کس بیشتر از یک روز. برو 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 برو. به سلما قول دادم دیوارا رنگ کنیم، یادت نره؟ مراقب خونه باش مانی، کاکتوسا. خودم رفت گلناز کوچولو هم سلام میرسونه.